درود بر همه شما دوستان و عیزان و خوبان و سروران دمتون گم که با ما همراه هستید برنامه رو در سطح گسترده پخش میکنید به من محبت دارید فضا فضایی بسیار عجیبی است به حال جنگی جنگ جنگ روانی خیلی واقعا حالا قوی باشه علاوه روحی روانی تو جنگ روانی خیلی بر قدرت داشته باشی وگرنه زود خورد میشید و ما تو این جنگ روانی محکم وایسادیم سیاوش اردلان سیاوش اردلان که یکی از کسانی است که افسران جنگ نرم علیه ایرانه یه ویدیویی رو بخشی از آمریکا یا منتشر کردن که من ویدیو رو نمیتونم پخش بکنم خیلی دوست داشتم این ویدیو رو پخش بکنم که در کل ویدیو داره نشون میده آمریکا به فنا رفت پر دزدی پر جنایت پر به فقر بدبختی هوملس کسافت دستشویی تو خیابون فلان اصلا مردم تمام مسجرا کف خیابون همه مردم عصبی بدون دارو بیدندان کشور بیدندان ها دیگه اصلا داستان ها طولانی در این ویدیو همه اینا رو نشون داده سیاوش اردلان مزدور خبرنگار بی بی سی به تیتیش قباش بر میخوره بهش فشار میاد و اومده یه توییتی زده سیاوش توییت چیست سیاوش نوشته که سلاخی بس است نام ویدیو نام ویدیو سلاخی بس است یعنی که آقا شما دارید آمریکا رو سلاخی میکنید میگه ویدیو تبلیغاتی از راست های آمریکا داره میگه خشونت و تبهکاری بیداد میکنه هیچ شهروندی امنیت نداره و چپ ها مقصرن اگر این ویدیو را ببینید فکر میکنید آمریکا کلا از دست رفت تبلیغاتی که آب با سیا به حکومت های ضد آمریکایی میریزه و اپوزیسیون هایشان را هم تقضیه میکنه تقضیه فکری میکنه خیلی بهش برخورده میگه آقا این ویدیویی که سلاخی بس از شما راستای آمریکا دادی آدم نگاه میکنه فکر میکنه آمریکا از دست رفته و شما با این ویدیو دارید آب با آسیا به های ضد آمریکایی میریزی و اپوزیسیون اونا رو هم دارید تقضیه فکری میکنید یعنی اپوزیسیون آمریکا رو دارید فکری میکنید آی سیاه شهردالان ایسان حالا فارغ از این که این ویدیو درسته یا غلطه که بس خواهیم کرد و اینکه شما خیلی ناراحت شدی که اگه این ویدیو رو ببینید آمریکا آمریکا از دست رفته آمریکا رفتی حالا من یه 20 روزی سیاتل رفتم برای بله هفت باشتم بسه فرار کردم گفتم تا آخر عمرم با اون قاره کاری ندارم آمریکا البته خیلی بزرگه شما نمیتونید اصلا بگی یه جا دو جا. شد. ولی به هر حال آمریکا از دست رفته هست حالا فارغ از این منتها دیدم خیلی ناراحتی میگی این چنین ویدیوهای تبلیغاتی که مثلا آنها فکر میکنه کشور داره از دست میره این در حقیقت آب با آسیاب دشمن ریختنه و اپوزیسیون اونا رو در حقیقت تقویت فکری میکنه خب این دقیقا کاری که تو پدر سوخته داری میکنی این دقیقا کاریه که شما مزدور خبرنگاران میکنی گزارش هایی که از ایران منتشر میکنی اینجا ایران است اینجا مردم همه بدبختن فلک زدن بیماران انسولینی رفتن جلوی دارخانهها، ها اما اینجا صفهای طولانی برای گرفتن انسولین مسئله است که تبدیل به زندگی نرمال ایرانیان شده و ایستادن ساعت ها در صف و گیر نیاوردن انسولین مسئله است که این روزها شهرمندان ایران بهش عادت کردن مگه تو همین گزارش ها رو نمیدی دقیقا کاری که تو داری میکنی دقیقا گزارش هایی که تو پخش میکنی آب با سیاب دشمنان وجودی ایران میریزه و اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو تقضیه فکری که چه ارز کنم تقضیه کلکل کل میکنه چون اپوزیسیون فکر نداره شماها فاقد فکرید شما ها فکری نمی کنید هم دیگر تقضیه کل کل میکنید یعنی تو کلکل -کل کلاپوسی یه چیزی داشته باشید بگید تو شما چیزی فراتر از کلکل کل و جنگ روانی نیستید که ما شما رو بگیم که تغذیه فکری کدام فکر شما فکر داشتید ابتدا برای زندگی خصوصیتون خرجش میکردید بخش قابل توجهی از این اپوزیسیون حداقل دو سومشون الان اینجوری نبود که زندگی های تشکیل دادهشون متلاشی بشه اما چی شد حالا آمریکا آقا آمریکایی خودش ویدیو ساخته داره کسافت کشور خودش نشون میده به این برخورده تو انگلیس که آقا اینو داری میسازی آب به حکومت های ضد آمریکایی میره آقا این واقعیت آمریکاست آب با آسیا به هر کی میره واقعیت آمریکاست آمریکا به جایی که شما به جایی که الان آمریکا رو چیز کنید مردم بدبخت مستعظف بیدندان آمریکا از این شرایط ننگاورشون خلاصی پیدا کنن نگران اینه که حالا آب با به حکومت زده ضد ایرانی میریزه چیه دستتون رو شده به عنوان یه خبرنگار نگران این هستی آب با آسیا به امید دانا که سالها داره از کسافت آمریکا برنامه سازی میکنه دست رو بشه و آب با به امید دانا ریخته بشه چرا انقدر ناراحتی های سیاه من ویدیو رو دیدم عین واقعیاته منتظر نمیشه در یوتیوب پخش کرد چون خشونتش آقا واقعیت آمریکاست در کشوری که سلاح آزاد مواد مخدر دارید میبینید چیکار کار میکنه بیداد میکنه آقا خیابانها که دیگه اصلا نیازی سفر کنی برو تو گوگل بزن مناطق دانتان هر ایالت هر شهری رو نگاه کن وضعیت هوملسا رو ببین برو تو خیابون هفتم و هشتم لس آنجلس از طریق گوگل برو تو همون خیابون بگرد آقا از ساعت چه آقا کیا تو لس آنجلس زندگی میکنن راستشو بگن از ساعت پنج بعد هوای آسمان غروب میکنه هوا گرگو میش میشه به بتا فردا صبح شما جرأت دارید در خیابان های مرکزی لس آنجلس تردد بکنید این وضعیت لس بعد تو میای میگی آب به سیاه به دشمن میریزه آب به سیاه به حکومت های ضد آمریکایی چون این تعصبی که تو به آمریکا داری آقای اردلان به ایران نداری این همه گزارش سیاهی از ایران منتشر کردی خب میگه خیلی جالب این ویدیو رو آدم میبینه آدم احساس میکنه که آمریکا داره از دست میره دقیقا کاری که شما در مورد ایران میکنید و براتون توهم ایجاد میکنه هی hey, گزارش میدن وضعیت ایران فساده همه دارن فساد میکنن همه دارن زورگیری میکنن تو خیابون همه دارن فشار میارن به مردم گشت ارشال همه جا رو گرفته پدر زنا رو در آورده اینا گزارش های همین آقای سیاوش اردلانه و آدم گزارش سیاوش اردلانه نگاه میکنه خدایا شکر از ایران فرار کردم من ایران نیستم و... خدا رو شکر بعد میدی نه دنیای واقعی تر ایران رو نگاه میکنی خیلی الان دوربین موبایل ورداشتن تو خیابونا فیلم میگیرن میزنن یوتیوب بعد نگاه میکنن به خانمم میگم ببین این الان داره قشنگ تو خیابون فیلم میگیره یک ساعت داره تو خیابون تهران جای مختلف ایران داره پیاده روی میکنه این یه خانم این دو خانم این سه خانم این چهار خانم انقلاب شده چرا هیچ روسری ندارن تیپا رو نگاه کن عجب تیپاییه والا تیپایی که مردم تو ایران دارن میزنن غلط بکنن مردم تو اروپا بزنن حالا بحث پول و اینا یه بحثه مردم اروپا انقدر افسردن حالش ندارن دمش کم ما چه حالی دارن چه تیپایی دارن میزنن بعد میای گزارش سیاوش اردلان نگاه میکنیم و ایران از بین خدایا ایران نابود چه خدای شکر من اومدم خارج از کشور تو ایران نیستم که الان نابود بشین در حالی که در ایران دارید میبینید پیشرفت شرایط و اصلا هی میگن مردم ایران پول ندارن آقا تمام کافه رستوران ها پره خیابونا اینجوری شلو آقا مردمی که پول ندارن که نمیتونن برن توی کافه رستوران ها پر باشه چجوری مردم ایران پول ندارن هر دقیقه همه دارن کافه رستوران را میندازن تو جایی که پول نیست که مردم نمیرن لاکچری کنن تو کافه که آقا کافه ها چجوری همش پره سفرهای یه استانی میبینید چه خبر میشه آقا نوروز میشه همه سفرن دالی چقدر دارن آنتالیا میره هر چی هم صحبت اینا یه قشر خاصی بابا این قشر خاصه دمش که در نوروز امسال 87 میلیون بیشتر از جمعیت مردم ایران ما تردد خود را داشتیم تو جاده و اینو مقایسه میکنیم با کل اروپا شوخی میشه کل اروپا اینقدر ما تردد خود را نداشتیم و این مردم اینا بدبخت هایی چی نداره آقا کاشت موی یا... آقا ما قبلا زمان ما مردم همه کچل بودن نمیرفتن کاشت مو کنن. من موهام واقعی یا هفت در نگیرم بعد نایارم میگن کلاگیسه این چیزا قبلا در آورده بودن این تابلو کلاگیس حالا شوخی میکنم قبلا دوران ما کسی میرفت کاشتمو میکرد در این صد کلینیک کاشتمو در ایران اینجوری شده پر همه مردا دارن میرن کاشتمو میکنن مردا تو ایران دارن کاشتمون میکنن و یه آدمی از این عیزان اپوزیسیون کچل در اروپا وضع مالیشون نمیرسه برنگ و <applause> <applause> اینا میگن ما خوشبختیم اینایی که تو ایران هم بدبختن. بابا تو ایران کچل همه رفتن کاشتمون میکنن شما تو خارج نداری بری این کارو بکنی ببندن تو تمام خانوما تو آرایشگاه ها بعد آمار واردات غذای سگ غذای گربه آقا داره بیداد میکنه بخش قابل توجهی از مردم ایران اکواریوم خصوصی دارن تو خونه هاشون آکواریوم دارن میگیرن فروش ماهی های زینتی آمارش دیدم چقدر جالبه اینا ما تحقیق میکنیم آدم میگه میکنی؟ ما همینجوری نشستیم برنامه آره آدم بی سواد باشه تحقیق نکنه ده سال برنامه بسازه بیننداش کم نشن هی اضافه بشن اینجوری هم بشینن میشه آدمی که نه تحقیق بکنه نه سواد داشته باشه میتونه بینندش نگه داره خب آمار داریم میگیریم میگه آقا بابا ماهی زینتی مردم دارن میخرن من میگم ایران فلانه بعد آمریکا رو نگاه میکنی مردم همه هیچ حال آرایش نداره هیچکی حال لاکچری نداره خیلی از رستوراناشون خالیه فضا رو داریم میبینی ورشکستگیار داری. ها رو داریم هوملسا و همشون آمریکا اوضاعش خوبه و خودشون دیگه ویدیو ساختن میگن ما بدبختیم سیاوش اردلان بهش برخورده آقای سیاوش اردلان مافیایی بازی دستت رو شده بندازیدش بیرون اینا رای کنید این حرام لغمه ها رو بندازید بیرون اینا مافیایی بازی اجازه ندید اینا تو خونه هاتون را پیدا کنند تو مغز و اصابتون برن این مافیایی بازی رو را رای کنید بندازید بیرون حوصله شهروندان تبرم ندارم ما پاینده ایران همه تون به و ایران میسپارم بدرود